این تحول در جامعه ایرانیان خارج از کشور هم میتونه باعث بشه که اختلافات بسیاری که بین گروه های سیاسی وجود داشته با جمع شدن مردمی که جزء این گروه ها نیستن، گروه ها رو مجبور کنه که به نوعی فکر به آینده کشور بکنند و راه حلی برای کنار گذاشتن این انتخابات، این اختلافات به وجود پیدا کنند. قطعا اولا من نمیگم اجبار دارن، یه وظیفه است. اولین حرفی که من به بسیاری از کسانی که باشون در ارتباط هستم در جریانات مختلف سیاسی نستش که این نهضت 22 خرداد پدیده است مثل یک نوزادی که باید این نوزاد رو تراخوش کرد، کمک کرد، تغذیه کرد، مراقبت کرد. این بچه همه است، بچه هیچ جریان خاصی نیست، هیچ کسی نمیتونه بیاد مدعی و تصاحب این حرکت رو ادعا بکنه. همگی وظیفه داریم که با یک صدایی و همصفی پشت این حرکت، هماهنگ با این حرکت، با درخواست اکثریت جامعه که واقعا فرای مسئله صرفا یک انتخابات و رأی دزدیده شده حکومت قاسم، اما در کل در دفاع از حق حاکمیتشون، از احترام به رأی مردم که این حکومت از روز اول اصلا براش در فلسفه وجودی این رژیم احترام به رأی مردم از روز اول مشخص بود که نیست، فرصتی رو ایجاد کرده بعد از 30 سال که تمام جریانات فکری جامعه بدونن که اولویت کار در کجاست، وظیفه ما، رسالت ما حمایت و پشتیبانی از این جریان هست و خواسته مردم ایران. من از روز اول همیشه گفتم، خودتون شاهد بودید، تمام هدف و نیت سیاسی من هم نهایتا در کجا بود؟ همیشه گفتم خط پایانی من اون روزی است که ما بتوانیم مردم مملکتمون رو مجددا صاحب اختیار و رأی آزادانش بکنیم. اون روزی که مردم ایران بتوانند آزادانه برسن به مرحله انتخاب آزاد برای تعیین سرنوشت خودشون، از دید من خط پایانی تمام دیدگاه و فعالیت‌های سیاسیم در این مرحله از کار هست و به سهم خودم از سایر هم‌میهنانم توقع دارم، از هر جریان فکری که باشن، چپ باشن، راست باشن، مشروطه خواه باشن، جمهوری خواه باشن، ملی مذهبی باشن، جبهه ملی باشن، فدای خلق باشن، از هر جریان فکری که امروز اصل هدف ما رسوندن مملکت به آزادی است، به حق رأی، به حق انتخاب آزاد، اون روز مردم تکلیف خودشون رو مشخص خواهند کرد. اون روز مسلما یک بحث‌های عقیدتی و سلیقه متفاوتی داریم، اما تنها رسالتی که باید بر خودمون امروز به عنوان یک وظیفه ملی و میهنی در نظر بگیریم، فرای عقایدمون، فرای مسلکمون، فرای ایدئولوژیمون، حمایت از یک خواست اساسی جامعه است در حاکمیتش و در آزادیش. اساس و پایه فلسفه کاری من همیشه این بوده و اکنون که این نهضت بعد از 30 سال بهترین فرصت رو به هم‌میهنانمون، به تمام آزادی خواهان ایران میده که با یک صدایی، نه به نام پرچم خودشون یا حزب خودشون یا آرم خودشون یا علامت خودشون یا رهبر خودشون، بلکه دفاع از این حق، بهترین فرصت رو دارن که کمک بکنن که این جریان ادامه داشته باشه تا مرز پیروزی. غیر از این چیز دیگه نمیتونه باشه و شاید این اتفاق باعث شد که خیلی از مسائل به نوعی در عمل باعث این بشه که همه بیان و این یک صدایی رو عملا نشون بدن، چه از افرادی که با سازماندهی سیاسی به قضیه ایران همیشه برخورد کردن، چه جمع زیادی از ایرانیانی که مثلا در خارج از مملکت واقعا به عشق وطن و با این همصدایی اومدن و این راز خودشون نشون دادن و فکر کنم کاملا برای همه واضح بود که این اتفاق عملا افتاده. متابعتی تمرکز حواسمه باشه روی مهم و اولویت‌ها و همانا امروز حمایت از این جریان هست، ادامه این مبارزه هستش، فاز مقاومت در مقابل این نظام قاسم هستش تا برسیم به مراحل بعدی، اما این همسوی و یک صدایی از این پس تا روز پیروزی باید ادامه داشته باشه و من این رو اینجا متعهد میشم به هم‌میهنان من بار دیگر که از هر قدرت و امکاناتی که در اختیار من هست همه کار را انجام بدم که این یک صدایی و این اتحاد کامل پشت این جریان و برای خواسته نهایی مردم ایران تا مرز پیروزی همگی ما با هم بتونیم ادامه بدیم.